سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز برتیلس 10 تایی از باسایی آماده کردم که توسط یه باس دیگه کشته شدن. خیلی وقتا امکان داره توی بازی های ویدیویی شما در برابر یه باس خفن قرار بگیرید، اما همون موقع یه باس گنده دیگه سر برسه، اونو بکشه و بعد با شما درگیر بشه. من امروز به 10 مورد اشاره میکنم. شماره 10، Clash of Castles. Clash of Castles یک بازی بیتماپه که استایل و گرافیک خیلی گوگولی و باحالی داره. توی این بازی شما کنترل این موجودات عجیب و غریب رو دارید که خب توی دوره قرون وسطی به قلعتون حمله میکنن. شما با اونا مبارزه میکنید و دنبالشون میکنید، اما بعد متوجه میشید که اونا زنهای شما رو برداشتن و دارن فرار میکنن و خب رهبرشون یه یاروی خیلی گولاخ و گنده ایه. بالاخره شما میتونید به مقر این دشمنا برسید و بعد اون یارو گولاخه میاد که باهاتون مبارزه بکنه. شما فکر میکنید که یه باس فایت خیلی خفن در انتظارتونه، اما یهو یه دری باز میشه و یک موجود به شدت گنده تر از اون قبلی خودشون نشون میده و حالا شما باید با این هیولا مبارزه بکنید. شماره 9، کاسلوینیا آری آف سارا. وقتی که اسم سری کاسلوینیا به گوش میرسه، قطعا شما یاد باسهایی مثل دراکولا میافتید. درسته که توی بیشتر این بازی ها شما با این باس مبارزه میکنید، اما توی کاسلوینیا یک سری باس فایت خیلی جذاب و عجیب و غریب هم وجود داره. به عنوان مثال توی آری آف سارا شما با این توپ عجیب مبارزه میکنید که از اجساد انسانهای مختلف درست شده، و یا اینکه به معنای واقعی با خود مرگ یه باس فایت دارید. اما خب یکی دیگه از دشمنایی که به شدت توی بازی‌های کاسلوینیا خودشون نشون میدن خفاش‌ها هستن. شما امکان نداره یک بازی کاسلوینیا رو انجام بدید و بعد توی اون با خفاش‌ها مبارزه نکنید. توی این صحنه کلی خفاش سراغ شما میان و بعد با همدیگه یک خفاش قولاسا رو درست میکنن. به ثانیه نمیگذره که یهو دوتا دست خیلی گنده مثل پشه این خفاش رو له میکنه و بعد ما میبینیم که یک قول به شدت گنده با دستای عظیمش سراغ شما میاد و بعد میخواد شما را نابود بکنه. قطعا مبارزه با اون خفاشا به نظر خیلی ساده تر میامدند. شماره 8، سوپر استریت فایتر 2. همه میدونیم که باس های آخر توی بازی های فایتینگ خیلی خیلی چیپ هستن، یعنی اینکه از روش های استفاده میکنن که اصلا جوان مردانه نیست. توی بیشتر بازی های استریت فایتر شما یه شخصیت منفی دارید به اسم ام بایسون که در آخر باش مبارزه میکنید. سوپر استریت فایتر 2 هم از این قضیه مستثنا نیست. شما در برابر ام بایسون قرار میگیرید و این مبارزه واقعا سخته، اما یه روش خیلی خاص وجود داره که میتونید یک باس دیگر رو هم مشاهده بکنید. اگر شما برید توی قسمت آرکید و بعد همه دشمنا رو زیر 25 دقیقه شکست بدید، حتی یک ران رو هم نبازید و بالاترین امتیاز رو بگیرید، زمانی که قراره با بایسون مبارزه بکنید یهو آکوما خودشو نشون میده. اون چند تا مشت خفن به بایسون میزنه، میکشدش و بعد در برابر شما قرار میگیره. این اولین باریه که آکوما توی استریت فایتر خودشو نشون میده و همونطور که مشخصه به شدت از بایسون قوی تره. شماره 7، پانیشر. یکی از معروف ترین آنتی هیروها توی بازی های ویدیویی پانیشره، کسی که احتمالا بیشتر شما با بازی سبودی اون باید آشنایی داشته باشید. اما پانیشر یه بازی آرکید هم داشت که توسط کونامی درست شده. توی این بازی شما همون اول با رئیس یک مافیا رو در رو میشید به اسم برونو که خب سعی میکنید دنبالش برید و اونو پیدا بکنید. در طول خیابان‌های نیویورک شما به دنبال برونو هستید و با افرادش مبارزه میکنید تا اینکه بالاخره میتونید اونو گیر بندازید. اون اینجا از کمک این یارو کچله استفاده میکنه و باز هم فرار میکنه. شما اون کچله رو شکست میدید و بعد با بیرحمی هرچه تمومتر میکشیدنش و بعد میرید سراغ برونو. بالاخره در برابر این رئیس مافیا قرار میگیرید و فکر میکنید که خب قراره یک باس فایت باشه، اما یهو این اتفاق میفته. یک ربات خیلی عجیب و غریب سر و کلش پیدا میشه، با لیزر برونو و افرادش رو میکشه و حالا میخواد با شما مبارزه بکنه. ظاهرا این ربات توسط کینگ پین ساخته شده و وظیفه داره که پانیشر رو از بین ببره. شماره 6، استار وارز فورس آنلیشد 2. یکی از ترسناکترین و خطرناکترین موجوداتی که توی فرانچایز استار وارز وجود داره رنکورها هستن. موجودات خیلی گنده‌ای که جابا دهات اونا رو توی آرنای خودش نگهداری میکنه و ازشون تا یک مبارزات خاصی استفاده میکنه. همه از این موجودات حسابی میترسیدن تا اینکه به لطف دیزنی و گندی که توی بوک آف د بوبا فت زد اونا تبدیل شدن به حیوان خونگی. اما با این حال طرفدارای استار وارز میدونن که مبارزه با رنکورها حسابی سخته. توی فورس آنلیشت 2 جایی وجود داره که کلون استار کیلر میره تا استاد قبلی خودشو نجات بده. اونجا توی این آرنا یهو یه رنکور میاد بیرون و میخواد با شما مبارزه بکنه. خیلی منطقیه.
اما یهو میبینیم که این رنکور توسط یه موجود به شدت گنده تر به اسم گورک کشته میشه و حالا شما باید با این موجود عجیب و غریب و غول‌آسا مبارزه بکنید. شماره 5، God of War Chains of Olympus. بیشتر کسایی که بازی God of War Chains of Olympus انجام داده باشن احتمالاً یه چیز رو خیلی خوب از این بازی یادشون میاد، اینکه همون اول ایرانی‌ها به یک شهر توی یونان حمله میکنن و حالا کریتوس باید به دفع حمله ایرانی‌ها کمک بکنه. یه نکته خیلی باحالی در مورد ایران وجود داشته که من خودم به شخصه ازش اطلاع داشتم. ظاهرا توی سپاه ایران از موجودات عجیب و غریب و افسانه‌ای مثل سایکلوپس استفاده می‌شده. سایکلوپس چیه؟ همون غول‌هایی که یک چشم دارن و از جمله پسرای پوسایدون به حساب میان. توی چینز آف اولمپوس شما در برابر یکی از این سایکلوپس ها قرار میگیرید و با توجه به اندازش فکر میکنید باس فایته، اما یهو سرکله یه موجود گنده تر به اسم باسیلیسک پیدا میشه که اونم در خدمت ارتش ایرانه و بعد جلوی چشم شما میگیره این سایکلوپس رو میخوره و حالا شما باید باهاش مبارزه بکنید. مبارزه اول خیلی راحت تره، چرا که به خاطر اندازه گنده باسیلیسک اون نمیتونه از در وارد بشه، اما مبارزه دوم خیلی سخت تره، چرا که توی محیط باز انجام میشه. شماره 4، بوردرلندز 2. یه سری از بازها هستن که واقعا خوب ارائه میشن، یعنی در طول بازی شما هی در موردشون میشنوید یا شاید با هم دیگه صحبت بکنید، در واقع یک تنشی به وجود میاد تا اینکه بالاخره شما در برابر این بازها قرار میگیرید و باهاشون مبارزه میکنید. از جمله یکی از این باسا میتونیم به فلای بوی اشاره بکنیم، یه پسر 16 ساله‌ای به شدت پررو که میخواد با والت هانترها مبارزه بکنه. همونطور که گفتم این پسر انقدر از خودش تعریف کرده که ما کم کم فکر میکنیم نکنه واقعا اون گوهیه. حتی ماکسی هم یک جورایی داره با هم میگه حواسمون به اون باشه تا اینکه بالاخره در برابرش قرار میگیریم و بعد حتی بازی اونو به اون معرفی میکنه، اما یهو سرکله یه وسیله پرنده بزرگتر پیدا میشه و میزنه فلای بایو خیلی راحت میتر کنه. اون فرد کسی نیست بجز پستن که حالا شما باید با اون و بالون هوایی گندش مبارزه بکنید. شماره 3، فاینال فانتزی 13. احتمالا میدونید که توی بازی فاینال فانتزی باسهای خیلی گنده و عجیب و غریبی وجود دارن. معمولا همینطوریه، هرچی یک باس عجیب غریب تر باشه و دستای بیشتری داشته باشه قوی تره. خب توی نسخه 13 هم یک ماموریت خاص وجود داره. مردم یک روستا ازتون درخواست میکنن برید سراغ یکی از همین موجودات عجیب و غریب، اونو بکشید تا بهشون کمک کرده باشید. وقتی که شما به منطقه مورد نظر میرسید این موجود از دل زمین میاد بیرون و شما میبینید که چقدر غول‌آساه. قطعا فکر میکنید که یک مبارزه خیلی خفن قرار باهاش داشته باشید، اما یهو سرکله تامبری پیدا میشه. اون با چاقوی کوچولوش بدو بدو میره سمت اون موجود و بعد پاشو سوراخ میکنه. به همین سادگی میتونه اون موجود گنده غول پیکر رو نابود بکنه و بعد یک سیز خیلی خفن میگیره و شما باید با تامبری مبارزه بکنید که انصافا هم مبارزه خیلی سختیه. اصلا نباید گول این موجود گوگولی رو بخورید. شماره 2، دیمن سولز. مثل خیلی دیگه از بازی های فرام سافتور، دیمن سولز هم بخش زیادی از جذابیت خودش رو مدیون باسای فوق‌العاده‌ایه که داخل خودش داره. معمولاً توی این بازی هر موجود میتونه تبدیل به باس باشه و شما از روی ظاهرشون نمیتونید قضاوتشون بکنید. به همین دلیل توی دیمن سول وقتی شما با این مرد چاق عجیب و غریب مبارزه شدید اصلا فکرشون نمیکردید که امکان داره باس نباشه. اون کاملاً حالت عجیب و غریبی داره و بعد بهتون میخنده و مسخرتون میکنه. وقتی که فکر میکنید قرار باش مبارزه بکنید یهو سر کله یک باس گنده تر به اسم پنتریتر پیدا میشه که از پشت این یارو رو سوراخ میکنه و بعد پرتش میکنه تا حالا شما در برابر این باس قرار بگیرید، که انصافا اگر بخوایم راستشو بگم پنتریتور اونقدر هم سخت نیست. شماره 1، نومور هیروز. خب اجازه بدید یه چیزی رو بهتون بگم، کلا ما میتونستیم این لیست خودمونو فقط از بازی نومور هیروز پر بکنیم. توی نومور هیروز شما کنترل کاراکتری به اسم ترویس رو دارید که سعی میکنه تبدیل بشه به قاتل شماره 1 و به همین دلیل همه کسایی که در بین راهش قرار دارند و شکست میده. توی نسخه اول اون بعد از شکست دادن همه کسایی که جلوش هستن به قاتل شماره 1 میرسه، یعنی دارک استار، این موجود خیلی گولاخ که برخلاف ترویس یک شمشیر به شدت گنده تر به اسم هورس سیبر داره. اون حتی بهتون میگه که پدرتونه. قطعا این یکی از خفن ترین باس فایت های خب همونطور که مشخصه دارک استار از پشت توسط یک باس دیگه به اسم جین کشته میشه و حالا شما باید با جین مبارزه بکنید.
اما این پایان کار نیست. طی این مبارزه جین یه مش میزنه توی قفسه سینه شما. اما ظاهرا باسا توی بازی نومار هیروز اصلا به اطراف خودشون دقت نمی‌کنن. چرا که یهو سر کله یه کاراکتر سوم پیدا میشه و بعد دست جین رو قطع میکنه. بعدش که شما میتونید کار این دختره رو بسازید. اما باز هم این پایین کار نیست. چرا که بعدش ما میبینیم کاراکتر ما روی توالت نشسته و وقتی که داره خودش رو راحت میکنه سر کله یه باس دیگه پیدا میشه و قبل از اینکه شما بتونید باش مبارزه بکنید بازی تموم میشه. اما اگر شما توی نومار هیروز امتیاز کامل گرفته باشید بعد از اینکه به این باس رسیدید میبینید که یه باس دیگه میاد از پشت اونو میکشه و بعد شما حالا باید برید با اون باس مبارزه بکنید. انقدر عجیب و خرطوخر. خب بچه ها، این هم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. من باور دارم نمونه های بیشتری هم وجود داره. پس اگر چیزی توی خاطرتون هست حتما توی کامنت ها با همون به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.